بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ثم و والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین ادامه مباحث مربوط به مقدمه عبادی رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم پس در اینجا رسید که مرحوم مزفر در پایان آمد مبنای جدیدی برای خودش در نظر گرفت و آن این است که مقدمه عبادی را لازم نیست که حتما از یک امر بالفعل به دست بیاوریم و لازم نیست که حتما یک امر فعلا وجود داشته باشد که ما به قصد امتصال اون امر اگر انجام بدیم قصد عبادت صورت گرفته باشد بلکه در عبادی بودن یک کار به همین مقدار که بدانیم این کار مورد نظر مولا هست مطلوب مولا هست در نزد مولا پسندیده هست به همین مقدار اگر درست باشه و ما قربتن الله اون رو انجام بدیم درسته و میشه اون رو به عنوان یک عبادت در نظر گرفت و ثواب و پاداش هم در برابر آن مستحق شد این نظری بود که شان در پایان مطرح کرد و بر همین اساس حتی مقدمات غیر عبادی را هم بیان داشت که اگر ما با همین نیت قربتن الله انجام بدیم اونا هم تبدیل به عبادی می شود خب اینجا یک اشکالی که باقی مونده است این است که اشکال اینه که امر همان گونه که در جلسه گذاشتم در بر فرض مبنای مشهور هم این مسئله مطرح شد که وقتی ما یک امر رو امتصال میکنیم این امر در واقع به همون مقداری که دلالت بر آن دارد و تعلق به آن گرفته ما را دعوت میکنه که انجام بدیم خب در اینجا هم وقتی ما نگاه میکنیم امر تعلق گرفته به زل مقدمه امر نفسی به زل مقدمه تعلق گرفته است خب حالا مرحوم مظفر آمد گفت ما وقتی همین شروع مقدمات را هم با همون دایی و انگیزه امر نفسی وقت شروع می کنیم این تبدیل میشه به مقدمه خب حالا مستشکل می آید می گوید که این قلم روی امر نفسی مشخص هست بالاخره همون زیل مقدمه محدوده آن هست و اگر کسی می خواهد فراتر از این محدوده این رو گسترش بدهد خب این نیازمند به یک دلیل دیگر دارد که اون دلیل دیگر باید بیاید حالا اون تحت عنوان امر غیری هست یا هر کار دیگه باید او بیاید اثبات کنه که محدوده این که تا اینجا بود از اینجا تا اینجا را هم شامل می شود خب این اشکال را به این شکل مطرح میکنه که امر نفسی فقط در اون حدی که زل مقدمه هست او رو در بر می گیرد حالا که شما او رو گسترش میدید به مقدمه هم سرایت میدید این نیاز به یک امر جدیدی دارد بریم به سراغ اون امر جدید که اگر بریم او را پیدا کنیم باید برگردیم به اصل بحث که اون امر چیه امر غیری هست امر است که ترشح کرده از امر نفسی و اون همون مباحث که قبلا مطرح شد همه اینا باید دوباره تکرار بشود برای جواب از این پاسخ مرحوم مزفر آمده و بیان داشته که بله درست است ما این را قبول داریم که هر امری وقتی در یک موردی وارد می شود تنها در همون قلم روی خودش کاربرد داره و بیش از آن دلالت نمی کنه ما این را قبول داریم اما در اینجا وقتی ما می آییم قلم روی این امر نفسی را یک مقدار توسعه می دهیم به خلاصه بر سر مقدمه هم این رو میکشانیم این به خاطر این است که از ناحیه عقل این فهمیده میشه و عقل است که به ما دستور میدهد که اگر یک زل مقدمه رو میخواهید شما به جا بیاورید این زل مقدمه به هر مقدار نیاز به مقدماتی داشته باشد شما باید اون مقدمات رو هم فراهم بکنید خب در این صورت است که ما می آییم بر اساس این حکم عقل در واقع این مقدمات رو هم انجام میدیم و اگر اینا رو ما با همین قصد توسل به عبادت و قصد رسیدن به زل مقدمه عبادی انجام بدیم خود این کفایت میکند در این که عبادت محسوم بشه و قربتن الله هم اون رو انجام بدیم خب این هم نکته ای که باقی مونده بود و این رو هم انشاءالله مطرح میکنیم عبارتشو میخوانیم تا برسیم به اون بحث اصلی که نتیجه گیری کل مباحثه که مربوط به این امور نهگانه داشتیم و اصل بحث مقدمه واجب که انشاءالله اخوالی که در این زمینه مطرح هست و قول حق رو هم مطرح خواهیم کرد عبارت می فرماید فاین قلت ان الامر لاید او الا الا ما تعلق به میگه اگر اشکال بشود این اشکال از کجا پیدا می شود که ما امر نفسی را یک مقدار دامنش و گسترش دادیم و اون رو آوردیم به سر مقدمات هم به اصطلاح سرایت دادیم ایشان میاد که میگه که این کار شما نادرست هست میگه اگر شما اشکال بکنید که امر که دعوت نمی کند مگر به اون مقدار که تعلق گرفته با اون. فلای عقل بزیل به اون فلا یعقل و ایکون الامر به ظلم مقدمه داین به نفس مقدمه دیگه این امکان نداره که امر به مقدمه را شما بیارید روی مقدمه هم خلاصه توسعه بدهید الا اذا قلنا به ترشح امر آخر منه بالمقدمه مگر اینکه همون بحثای اول رو دوباره مطرح کنیم که از این امر نفسی یک امر غیری دیگری ترشح می کند که اون امر آخر خلاصه می آید مقدمه را واجب می سازد که همون حرفایی که گفتیم فیکون هو دائی که اون امر آخر یا اون امر غیری به اصلاح دائی بر انجام مقدمه بشود و لیسه ها دل الاخر المترشح الا الامر الغیری میگه نیست اون امر دیگری که مد نظر باشد که ترشح بکند از امر نفسی مگر همون امر غیری دیگه پس اون امر غیری که ما میگفتیم لازم نیست و دنبالش نباید برویم دوباره برگشت که باید نه حتما به سراغش برویم فرج الاشکال و خب این اشکال دوباره برمیگردد از ریشه از نه. باید این مسائل رو تحرب کنیم قول تو اگر میگه این اشکال مطرح بشه و جوابش این است که میگه نه الامر لا يد او الا متعلق تعلق به بله این قسمت حرف شما رو ما قبول داریم که متعلق امر هر مقدار بود امرم به همون تعلق میگیرد و امتصال امرم باید در همون حد و چارچوب صورت بگیرد این حرف درسته ولیکن لا ندی ان الامر و زل مقدمه هو الذی ید او المقدمه و ما اینجا نمیگیم که اون امری که در به اصطلاح بر مقدمه ما را فرا میخواند همون امر به اصطلاح از خود زل مقدمه پیدا شده است نه ما نمیگیم این حرف را که اون دایی ما به انجام مقدمه چیه همون امر به زل مقدمه است بل نقول بلکه حرف ما این است که عقل هو دایی لا فعل مقدمه اینجا اگر ما میخواهیم انجام مقدمه رو به عنوان یک وظیفه بر خود لازم بسازیم این از حکم عقل سرچشمه میگیرد نه از امر نفسی که روی ظلم مقدمه رفته است خب این نه حکم عقل به چه صورت اینجا پیش می میگه دایی به فعل مقدمه عقل است که توسلا الى فعل الواجب چون ما راه رسیدن به واجب نفسی را فقط از طریق همین انجام مقدمه می بینیم خب وقتی این گونه باشد راه ورود و رسیدن به زل مقدمه همین انجام مقدمه باشد پس عقل میگوید که برو این مقدمه را انجام بده و سیعت ان الحکم العقلی لا یستکشف منه ثبوت امر غیر من المولا و بعد این رو انشالله بس خواهیم کرد که این حکم عقلی کاشف از ثبوت یک امر غیری شرعی از ناحیه مولا نیست ما لازم نمیبینیم میگیم اگر امر غیری اگر یک امر عقلی وجود داشته باشد بدون اینکه هیچ نیاز به امر شرعی دیگر از نایه مولا پیدا بشود عملی بر امن حکم عقل هم واجب و لازم هست اینم حرفی که میزنه و لا یلزم ایکون که امرون به نفس المقدمه و لازم نیست این که یک امر مستقلی به خود مقدمه تعلق بگیره تا عبادیت این مقدمه صحیح بشود و دائی بر انجام مقدمات هم فراهم بشود میگیم نه اصلا لازم نیست حقل حکم میکنه میگه هر چیزی که راه رسیدن به واجب اصلی باشد انجام اونها هم واجب هست این حکم عقله و حاصل این که دایی به فعل مقدمه چیه؟ حکم عقله نه امر نفسی نه امری که در واجب نفسی هست و المسحح لعبادیتی ها اون آخر اما مسحح برای عبادیت مقدمه چیه؟ اون قصد تقربه که اگر کسی آمد و این امر عقلی را به عنوان تقرب الی الله انجام داد این میشه عبادت و یک فی فی تقرب بها الی الله به بها به قصد توسل الی و هو حالا میگیم این تقرب الی الله هم بالاخره انگیزه لازم دارد این قربت الی با چه انگیزه باید نیت بکنیم میگه این تقرب الی الله هم کافی است که ما همین قصد توسل و رسیدن به اونچه چه عبادت هست همین قصد را اگر داشته باشیم کافی است که اون نیت قربتا الی الله هم تحقق پیدا بکند لا ان الدائی لا فعل المقدمه هو نفس المصحح لعبادیت ها. نه اینکه دائی به فعل مقدمه اون همون چیزی باشد که مصحح برای عبادیت مقدمه هست لا ان المصحح لعبادیت العباده منحصر فی قصد الامر المتعلق بها و دیگر این که کسی که میگفت تا هنوز که عبادیت عبادت فقط در صورت تحقق پیدا می کند که یک امر وجود داشته باشد و ما با قصد امتصال امر اون کار انجام میدیم میگیم نه این هم صحیح نیست و مصحح عبادیت یک عبادت هم منحصر نیست در قصد امر که تعلق به اون عبادت گرفته باشد و قد سبق توضیح ذلک اینا رو ما قبلا توضیح دادیم و علیه این فان این کانت المقدمه ذات الفعل اگر آمدی مقدمه واجب رو در نظر گرفتیم دیدیم که مقدمه از اون مقدمات غیر عبادی هست فقط خود انجام فعل کافی است مثل تطهیر از خبز که اگر کسی نجاست در لباسش بود همین پاک کردنش فقط صورت بگیره کافی است اقل لا یحکم الا بیتیانی ها عقل حکم میکنه میگه این تطهیر صورت بگیره الا ای وجه وقت میگه تطهیر به شکلی که میخواد انجام بشه به صورت بازی و به صورت مزاخ شوخی جدی با نیت های دیگر بر صورت این تطهیر انجام شد کافیه و نماز رو میشه با این لباس انجام داد ولیکن لو اتا به هل مکلف متقربا به ها بها الالله توسلا الالعباده اما همین تطهیر رو هم اگر مکلف آمد قربتا الالله انجام داد از باب اینکه که توسل الالعبادت پیدا بکند از باب این که به عبادت برسد صحه این کارش هم درست است و وقت علا صفت العبادیه و این تطهیرش میشه به شکل عبادی انجام بشه صحیح باشد و مستحق بر ثوابم باشد استحقاق ثوابم بر انجام این کار پیدا بکند و این کانت المقدمه عملا عبادیان اما اگر آمدیم دیدیم نه خود مقدمه یک عمل عبادی هست مثل تهارت از حدث مثلا همین وضوع فالعقل یلزم بالاتیان بیا کذالک اینجا بازم عقل میگوید که شما این مقدمه را همان گونه که هست باید انجام بدید همان گونه که هست یعنی چی یعنی اگر عبادی است باید به شکل عبادی انجام بدید و المفروض ان المکلف متمکنون من ذلك و فرضم این است که مقدمه به هر قسمی باشد مکلف توان انجام آن را دارد فرض اینه اگر مقدم عبادی بود و مکلف می توانست به صورت عبادی انجام بدهد خب باید به صورت عبادی هم انجام بدهد سوا اون کان هناک امرون غیری ام لم يكن. حالا چی امر غیری باشد چی نباشد عقل میگوید مقدمه را به همان شکلی که هست باید انجام بدی و سوا اون کان مقدمه فی نفس و مستحب ام لم تکن حالا این مقدمه فی نفس مستحب باشد یا نباشد هم با واسطه همین حکم عقل می توانیم این را به صورت عبادی هم انجام بدیم فلا اشکال من جمع الوجو فی عبادیت تهارات بنابراین از هیچ وجه ما نمی توانیم در عبادی بودن این تهارات سگانه اشکال مطرح بکنیم حتی در عبادی بودن دیگر مقدمات هم گفتیم که می شود این کارهای غیر عبادی را هم به صورت عبادی انجام داد خب اینم مقدمه نهم بود که در بحث مقدمه عبادی مطرح شد با پرسش ها و پاسخ هایی که در زمینه مطرح شد از مقدمات نهگانه که در نظر گرفته شده بود فارغ شدیم حالا میرسیم سر اصل بحث که اون نتیجه هست که در این نتیجه حالا برمیگردیم که بالاخره مقدمه واجب واجب هست یا نه و آیا از این مقدمه واجب که حکم عقل ما را به اون دستور میده می شود یک حکم شرعی هم به دست بیاوریم یا نه و آیا بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد یا وجود ندارد در این زمینه اقوال مختلف وجود دارد که مرحوم مزفر تا ده تا قول را نقل میکنه و اقوال دیگر هم باقی میمونه که حتما از اونا دیگه صرف نظر میکنه و در نهایت حرف خودش را مطرح میکنه که بالاخره ما هم انشالله با همین بیان اقوال و ذکر نکاتی که در عبارات هست این رو میخوایم تا جایی برسانیم لذا در این نتیجه برمیگردیم به اصل بس میفرماید ان نتیجه مسئله تو مقدمت الواجب و الاقوال فیها خب برمیگردیم به این که کل این بس که در غیر مستقلات تقلیم مطرح شده روی مقدمه واجب هست حالا برمیگردیم به همون مسئله که مقدمه واجب واجب هست یا نه و اقوالی که در این مسئله وجود داره اینا رو مطرح میکنیم میفرماید بعد از تقدیم این تمهیدات نهگانه که اینا همه مقدمه بود نرجع الى اصل مسئله برمیگردیم به اصل مسئله و اون بحث از وجوب مقدمه واجب هست اون واجبی که گفتیم انه آخر و مایش غلو بالا لسولین این مقدمه واجب هم آخرین بحث یک ذهن اصولیین را به خودش مشغول کرده است خب از این جهت اصولیین آمده این رو مطرح کرده و ما هم به طبع این رو بحث میکنیم و قد عرفت فی مدخل المسئله موضع البحث فیها در اول مسئله ما اون محل نزاع را کاملا مشخص کردیم و گفتیم که بیان تحریر نزاع کجا هست و هو کما قلنا اصل بحث را گفتیم که در این جا هست که ملازمه بین حکم عقل و حکم شر وجود دارد یا وجود ندارد این اصل بحث است اذ قلنا ان العقل یحکم به وجوب مقدمت الواجب زیرا اونجا گفتیم که اینکه در اینکه عقل بگوید مقدمه واجب واجبه این جای بحث نیست این رو خب هر عقل میفهمد خب ای انه یدرکو لزومها اینکه عقل درک میکند لزوم مقدمه را در این جای بحث نیست ولاکن وقع البحث فی انه هل يحكم ایضا به المقدمه واجبة ایضا عند من امر به ما یتوقف لا بحث در این است که حالا که عقل میگوید این مقدمه واجب هست آیا میتواند این را هم بیان بکند که این مقدمه که واجب است شرعا هم واجبه یعنی شریعت هم این را واجب میداند این رو میتونه حکم بکنه یا نه که عبارت دیگه ای از همون باب ملازمه بود که گفتیم بین حکم عقل و حکم شر ملازمه هست یا ملازمه وجود ندارد بحث در این است که آیا حکم میتواند باز هم به اینکه که مقدمه ای که واجب هست همین مقدمه واجب واجب است در نزد کسی که عمل کرده و اون چیزی که اون چیز توقفی بر این مقدمه دارد یعنی همون شاره اگر وقتی از ما مقدمه را خواسته به عنوان یک وظیفه شرعی آیا شارع این مقدمه را هم به عنوان یک وظیفه شرعی از ما خواسته است یا نخواسته است این اصل بحثه لقد تکثرت الاقوال جدا فی هذا المساله میگه درباره این مسئله جدا اقوال خیلی متعددی پدید آمده است به مرور زمان که نذکرو اهم و اهمها و مهمترینشون اینه که و نذکرو ما هو الحق منها و بین این اقوال حق حرف قول حق را بیان میکنیم حالا اقوال را اول بیان میکند و میفرماید الاول القول به وجوبها مطلقا قول اول که قول مشهور هست که مشهور اصولین قائلا بر این که مقدمه واجب واجبه یعنی مشهور قائل است بر این که وقت عقل میگوید مقدمه واجب هست شرح هم این مقدمه را از ما میخواهد و ما میتوانیم به عنوان یک وظیفه شرعی مقدمه را انجام بدیم این یک قول دو القول به عدم وجوب ها مطلقا قول دوم بر اینه که اصلا وجوب شرعی ندارد مقدمه خب عقلی دارد اما شرعا واجب نیست که این حرف، این قول دوم قول حق هست و انشالله دلیلش هم مطرح میکنه که این قول مرحوم مزفر هست قول مرحوم محقق کمپانی هست قول مرحوم الله حکیم هست و خیلی از بزرگان دیگم خیلی که نشاید بتوان گفت عده از متاخرین به این نظر دوم نظر میدن و سوم تفصیل که این قول به تفصیل خیلی زیاد هست حالا تقریبا همه اقوال باقی مونده تفصیل هست مون تو بین شقوق مختلف که قول سیوم میآید آید تفصیل می دهد بین سبب یعنی مقدماتی که سببی هست مثلا ما بعض از مقدمات رو داریم که انجام اون مقدمه سبب پیدایش یک حکم دیگر می شود مثلا مثل همین اجرای سیغه طلاق فرض مثل که این سبب جدایی می شود حالا در این گونه موارد این قول سیوم می آید می گه که اگر مقدمه از باب سبب باشد اینجا واجب نیست اما اگر از باب غیر سبب باشد مثلا مقدمه شرط باشد عدم مانع باشد مقدمه معید و زمین ساز باشد در این صورت میفرماید که اینا واجب هست این یک تفصیلی که مطرح میکند حالا دیگه نکات زیادی در این بحث مطرح هست که بالاخره سبب چیه؟ سبب رو گفتیم که اگر یک شی در واقع اثر خارجیش این باشد که سبب پیدایش یک شی دیگر بشود این رو میگیم سبب مثل همین آتش وقت سبب ایجاد حرارت هست خب میتونیم بگیم آتش سبب هست و سببی ایجاد حرارت میشه شرط چی میتونه باشه شرط این است که خود وجود شرط خیلی ممکن تاثیر در مقتضی نداشته باشد اما اثر اون شرط تاثیر داره مثلا در همین سببیت آتش که سبب سوزاندنی فرش یا هر چیز دیگر بشود میگه شرط است شرط چیه که محازات شی هم شرطه که اگر یک شی قرار هست توسط آتش سوزانده بشود در صورتی این به اصطلاح سوختن تحقق پیدا میکند که در برابر آتش قرار بگیرد وگرنه اگر بهشان فاصله باشد این شرط وقتی نباشد در واقع آتش هم اون رو نمیتونه بسوزاند عدم مانع هم که مسلم واضح هست که اگر قرار باشد یک سببی تاثیر بگذارد روی مسبب یا مقتضی تاثیرش را بگذارد حالا شرط هم باشه اما اگر مانع وجود داشته باشد جلوی تأثیر سبب رو بگیرد در این صورت خب اونم تحقق پیدا نخواهد کرد مثلا همین آتشی که میخواستیم بگیم سبب هست برای سوختاندن اگر مانع مثل رطوبت وجود داشته باشد خب اون سوختن تحقق پیدا نمی کند و معید آن است که مثلا نه تاثیرش مثل تاثیر سبب هست که به اصطلاح یک در خارج سببیت داشته باشد نه مثل شرط هست بلکه زمین ساز هست کمک کننده هست در اینکه یک مقدار این وسایل را میتونه به هم نزدیک کنه این هم جزء معدات هست حالا در این تفصیلی که در قسم سوم بیان شد میگه اگر مقدمه از قبیل سبب نسبت به مسبب باشد در این صورت این مقدمه واجب نیست اما در بقیه موارد دیگر مثل شرط باشد عدم مانع باشد یا معید باشد اینجا واجب هست اما تفصیل چهارم اینا آمده است همین تفصیل سوم رو مطرح کرده منتا تا به عکس بیان کرده ایشان هم آمده بین سبب و غیر سبب تفاوت گذاشته ولیکن بالعکس یعنی چی؟ یعنی آمده گفته آقا جان سبب بیش از همه هست شما چرا میگین که اگر مقدمه نقش سببی داشت اونجا بگید واجب نیست نه اتفاقا باید برعکس بگیم اینجا حتما واجب اما در جایی که سببی نیست نقش سببی نداره اونجا واجب نباید باشه که این تفصیل چهارم هست اما تفصیل پنجم میگه تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی شان میآید میگه که ما باید ببینیم که این مقدمه که قرار هست مثلا واجب باشد یا نباشد از قبیل کدام شرایط هست آیا این شرط شرعی هست یا شرط غیر شرعی هست میگه از قبیل شرایط شرعی اگر باشد فلا یجب بالوجوب الغیری اینجا نمی شود گفت که آن را به یک وجوب غیری ما باید حتما واجب بدانیم چرا؟ چون این رو ما در بحث ششم در امس ششم بحث کردیم که در واجبات شرعی وقتی میبینیم برخی از مقدمات با عنوان اجزاء به اصطلاح اون زل مقدمه مطرح هستن خب گفتیم که امر غیری به این اجزا تعلق نمیگیرد چرا؟ چون اون امر نفسی روی این اجزا تعلق گرفته حالا این هر جز وقتی دارای امر نفسی باشد دیگه به وجوب غیری بار دیگر اینا واجب نمی شود این حرفی بود که اونجا مطرح شد و لذا در شرط شرعی می فرماید واجب به وجوب غیری نمی شود مقدمه به اعتبار اینکه این واجب به وجوب نفسی وجود داره نظیر جز واجب که اونجا مطرح شد دقیقا و بین غیره فیجب به وجوب غیری اما اگر اون مقدمه از شرایطی شرعی نبود غیر شرعی بود اونجا میشود گفت که بله میشه اونا را به سبب یک امر غیری واجب دانست و هو القول المعروف عن شیخ المحقق النائینی که مرحوم محقق النائینی این حرف را میزد و بیان داشت که در واجبات شرعی ما نمیتونیم اجزاء واجب را به عنوان مقدمات داخلی واجب به اصطلاح اینا را دارای یک امر غیری بدانیم و وجوبش را از ناحیه اون امر غیری بدانیم این حرف رو اونجا مطرح کردیم اما تفصیل ششم آمده بین شرط شرعی و غیر شرعی مثل تفصیل پنجم تفصیل داده یعنی تفاوت بین شرط شرعی و غیر شرعی گذاشته مونتا به عکس این تفصیل پنجم که اینا آمدن گفتن که اگر شرط یا همون مقدمه ای ما از قبیل شرط شرعی باشد واجب هست به وجوب غیری اما اگر از قبیل شرط شرعی نباشد اونا دیگه معتبر نیستن و وجوب ندارن به عکس تفصیل پنجم میفرماید که واجب از شرط شرعی به وجوب مقدمی اما غیر شرعی وجوب مقدمی ندارن اما هفتمین تفصیل بین مقدمه موسله و مقدمه غیر موسله آمدن تفصیل قرار دادن که ما وقتی به مقدمات نگاه میکنیم برخ از مقدمات هستند که انجام آن که صورت گریفت بلا فاصل از مقدمه تحقق پیدا میکند خب این یک رقم مقدمه است و برخ از مقدمات هستند که نه انجام میدی مدتی میگذرد تازه از مقدمه تحقق پیدا میکند لذا در هفتمین تفصیل آمده گفته که اگر مقدمه ما مقدمه موصله باشد خب در این صورت این مقدمه واجب هست اما اگر غیر موصله بود واجب نخواهد بود تفصیل بین مقدمه موصله یعنی التي يترتب عليها الواجب نفسی، اگر مقدمه مو از قبیل بود که ترتب پیدا کرد بر این مقدمه واجب نفسی فتجب این مقدمه هم واجب میشه و بین مقدمه غیر مسلک اگر مقدمه از اون قبیل بود که مقدمه را انجام میدی مدتی میگذرد تازه بعدا حالا اگر دل زیل مقدمه شد تحقق پیدا میکند این این مقدمه شو واجب نیست فلا تجب و هو المذهب المعروف لصاحب الفصول که این تفصیل هفتم را صاحب فصول بیان داشته است و هشتمین تفصیل تفصیلی بین قصده به توسل من المقدمات و بین مالم لم یقصد از توسل من المقدمات خب تفصیلی که مرموم شیخ انصاری نسبت داده شده به که شان معتقدن بر این که ما اگر آمد مقدمات را با قصد توسل و با قصد رسیدن به ذل مقدمه انجام دادیم خب در این صورت این مقدمه باید واجب باشد اما اگر آمد مقدمات را بدون رسیدن به ذل انجام دادیم در این صورت واجب نخواهد بود اشان همین حرف میزنه میگه اگر مقدمه به قصد رسیدن به زل مقدمه انجام شد فیق و علا صفت الوجوب این رو میتونیم بگیم این مقدمه واجب هست و بین لم یقصد به ذالک اما اون مقدمه که قصد نمیشه به او ذالک یعنی همین رسیدن به مقدمه, مقدمه فلا یقع واجبا اون مقدمه واجب نخواهد بود و هو القول المنصوب لشیخ الانصاری که این حرف به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نسبت داده شده است و نهم این تفصیل تفصیل است که منصوب به صاحب معالم رزوان الله هست که شان آمده این مطلب را در بحثی که مربوط به مسئله زد میشه یک حرف رو اونجا زده و بعد این مقدمه واجب رو هم در واقع از قبیل همون بحث دانسته و حکم هر دو رو یکی بیان داشته است این تفصیلی که منصوب به صاحب معالم هست که در مسئله زید هم به اون اشاره کرده است اینه که اشتراط وجوب المقدمه به ارادت زیها نگاه میکنیم که اگر کسی آمد از انجام مقدمه اراده زل مقدمه را داشت گفت من این مقدمه را انجام میدم به قصد این که به زلمقدمه مقدمه برسم اگر با همچه اراده شروع کرد این مقدمه واجب هست اما اگر کسی مقدمه را انجام میده میگه من اصلا برای زل مقدمه مهم نیست فعلا همین رو انجام میدم تا ببینیم چی میشود اگر با این نیت بخواد انجام بده میگه این واجب نخواهد بود اشتراط وجوب مقدمه به اراده زی مقدمه فلا تکون المقدمه واجبتون الا تقدیر عدم ارادتی اما اگر یک کسی آمد اراده زی مقدمه را نداشت این مقدمه واجب نخواهد بود این نهمین تفصیل و دهمین تفصیل هم این حرف است که این آمده است بین مقدمه داخلی و بین مقدمه خارجی تفاوت گذاشتن و گفتند که اگر مقدمه ما از قبیل مقدمه داخلی باشد یعنی جز باشد فلا تجب این مقدمه واجب نخواهد بود اما اگر مقدمه خارجی باشد در این صورت مقدمه واجب خواهد بود که این حرف هم تا حدود زیادی به حرفی که مرحوم محقق نائینی در تفصیل پنجم مطرح کرد نزدیک هست خب اون تا محقق ناین یک بخشش رو مربوط به اعضای داخلی مطرح کرد به اززای خارجی کار نداشت ولی اشان آمد این حرف رو به نسبت به اعضای خارجی هم بیان داشت و هنا تفصیلات و نخ رو اندل متقدمین لا حاجت الى ذکر را که من هم زفر میفرماد حالا بخوایم اقوال متقدمین نگاه کنیم تفصیلات بیشتر هم هست که نیاز به ذکر همه شان نیست و قد قلنا ان الحق في المساله اما اون که مهم است این است که ما بیایم حق رو پیدا بکنیم و اون رو بیان بکنیم که حق در مسئله کما علیه جماعت من المحققین المتأخرین که محققین متاخر هم نسبت به اون همین نظر رو پیدا کرده است همون قول دوم هست که اون عدم وجوب ها مطلقا که به سلامت و بیان داشت که واجب نیست مقدمه به صورت مطلق یعنی در همه مقدمات چه داخلی باشد خارجی باشد به با اصطلاح سبب باشد غیر سبب باشد و خدمت شما از کنم موسله باشد یا غیر موسله باشد اراده مقد... مقدمه در اون صورت گرفته باشد یا نه قصد توسل به زیل مقدمه در اونا باشد یا نباشد در همه این موارد ایشان میآید مطرح می کنه می که مقدمه واجب نیست خب این یه ادعایه که خیلی با ذهن ما و شما تا که آشنا بودیم ممکنه جور در نیاید اما ایشان وقتی دلیلی بر این مطلب رو میخواد اقامه بکند میفرماید دلیلی بر این مطلب هم واضح هست البته بعد از آنی که حرفهایی را که ما در قبل بیان داشتیم بعد ما قلنا در صفحه 62 گفتیم که چی گفتیم من انه فی موارد حکم العقل لزوم شیء این علاوه چه نکونه حکم داین للمکلف الا فعل الشی ما در صفحه 62 گفتیم که در هر موردی که عقل بیاید حکم بکند به چی که این کار لازم هست به صورت که این حکم عقل خودش دایی باشد انگیزه برای مکلف ایجاد بکند به فعل اون شی در هر کجا عقل بیاید بگوید این کار لازم است و مکلف هم به واسطه این حکم عقل انگیزه پیدا بکند که بره اون کار را انجام بدهد لا یبقا مجان للامر المولوی اشان میفرماید دیگه نیازی برای امر مولا پیدا نخواهد شد دیگه مجالی باقی نمیماند که مولا هم بیاید اونجا بگوید که خب عقل که گفته شما را تحریک کرده رفتید برای انجام این کار منم میگویم که شما این کار را انجام بدید می اصلا لازم نیست مجال باقی نمیماند برای امر مولا به خاطر اینکه کار مولا یک کار عوض و بیهوده هست تحصیل حاصله اون انگیزه ای که باید در مکلف ایجاد بشود که بره او را انجام بده که با حکم عقل ایجاد شده است پس مولا میخواد چکار بکند که یک کار جدید صورت بدهد میگه فا نهاز این مسئله من ذال الباب من جهت الاله میگه این حرفی که ما در مقدمه واجب میزنیم دقیقا مثل همون حرفی که اونجا زدیم اونجا گفتیم هر کجا عقل حکم بکند نیاز به امر مولا دیگه پیدا نمی شود اینجا همین حرف میزنیم و ذالک لانه اذا کان الامر به مقدمه حالا اینجا بیاین تطبیق بکنیم که عقل چگونه ما را تحریک میکنه به انجام مقدمه میگوید وقت امر به ذل مقدمه دایی بود برای مکلف به یعنی به مامور به خب حالا این امر به ذل مقدمه تعلق گرفته است ما را وادار کرده که بریم این زل مقدمه را انجام بدیم فا این دعوت حاضی خب حالا که این دعوت امر به ذل مقدم صورت گرفته لا محال به حکم العقل تحمله خب این مکلف را حمل میکنه وادار میکنه که بر این کار انجام بدهد و تدعوه و دعوتش میکنه الی الاتیان به کل ما توقف علیه المامور به خب این امری که به ذل مقدمه تعلق گرفته است وادار می کند به این که هر چیزی که توقف دارد بر آن مأمور به اونا هم باید انجام بشود تحسین الله و اینم به خاطر که تحصیل اون مأمور به انجام بشه خب وقتی کار و راه رسیدن به انجام مأمور به همین انجام مقدمات هست پس عقل میگوید که انجام این مقدمات هم لازم هست و معفرز وجود ها زد فی نفس مکلف میگه وقتی این دایی در نفس مکلف ایجاد شد دیگه باقی نمیماند حاجت به دایی دیگر از ناهیه ای مولا با این که علم دارد مولا به حسب فرض به وجود این دایک ای مولا میداند عقل این رو حکم کرده است چرا لان الامر المولوی به اینکه این که حالا که امر مولوی میخواد صورت بگیرد چه امر نفسی باشد امر غیری باشد این نمایج اله المولا لغر از تحریک المکلف اگر مولا میخواد یک امر را صادر بکند هدفش اینه که مکلف را به سمت یک کار تحریک کند به انجام مامور به از یجعل الدعی فی نفسی حیث لا دائن چون کار مولا در انجام در امر کردن همون ایجاد انگیزه است در نفس مکلف در جایی که دایی و انگیزه نباشد اونجا باید مولا بیاید اون انگیزه رو ایجاد بکند بل یستحیل و فیهاز الفرز اما حالا که ایجاد انگیزه شده کاملا عقل آمده مکلف را تحریک کرده مکلف هم وادار شده که به مقدمه را انجام بدهد خب در یک همچنین فرضی جعل دایی دوم از ناحیه مولا اصلا محال است نه اینکه باید باشه بلکه میگه محال است چرا؟ لنه و یکون و به تحصیل الحاصل چون دیگه کار مولایش تأثیر جدیدی نمیگذارد همون کاری که انجام شده همون رو میگه دوباره انجام بده خب او کاری که انجام شده است دیگه و به عبارت دیگر میگه امر به زیل مقدمه اگر کافی نباشد در دعوت مکلف به اتیان مقدمه فایو ایو امرین مقدمه پس هیچ امر دیگری به مقدمه نافع نمیتونه باشد و لا یک فیل دعوت ها به ماهی مقدمه و هیچ امر دیگر هم نمیتونه بیاید به انجام مقدمه به عنوان مقدمه ما را دعوت بکند میگه اگر کفایت میکنه همون امر نفسی هست خود اما اگر کفایت کرد کرد اگر نکرد دیگر کدام امر دیگری نمیتونه ما را به انجام مقدمه آدار بکند و مع کفایت الامر به مقدمه حالا اگر خود امر به مقدمه آمد کفایت کرد برای تحریک مکلف به مقدمه ولی دعوت اله و دعوت کرد مکلف را به مقدمه و ایت و حاجت تب قائل الامر بها من قبل المولا. پس دیگه نیازی باقی نمیماند که مولا هم بیاید این کار رو انجام بده بل یکون و و لغوا اگر مولا هم این کار انجام بده یک کار ابث و لغو انجام داده بلکه حتی میتونیم بگیم ممتنع و محال است به خاطر تحصیل حاصل هست و بنابر این خب پس این عوامری که از نوعی شاره آمده در مواردی که طبق حکم عقل است اینا چیکار باید بکنیم که میفرماید بنا بر این که وارد شده در بعض مقدمات اونا رو ما باید حمل کنیم بر ارشاد بگیم این حکم مولا کدام حرف جدید رو نمیخواد بیان بکنه بلکه ارشاد است و همون حکم عقل میگه همون گونه که عقل به شما این دستور را داده منم شما را به همون دستور ارشاد میکنم در این حد حمل بر بکنیم و بیان شرطیت متعلق و حال الواجب و بگیم که بله اون متعلق این اوامر برای واجب شرط است و توقف واجب بر این شرایط مثل اوامر ارشادیه که در موارد حکم عقل وجود دارد در همه موارد دیگر هم ما اوامر مولوی رو حمل بر ارشاد میکنیم اینجا هم همین کار میکنیم خب بنا بر این میتونیم حمل بکنیم قول امام علیه السلام رو که فرمود اذا زالت شمس فقط وجب تهور و صلات. که حالا آمده این وجوب تارت و نماز رو به عنوان یک حکم مولوی بیان داشته است خب اونم در صورتی که وقتی نماز زور شده است خب در این صورت ما نگاه میکنیم میگیم عقلا این رو میگفت میگو وقتی, وقتی نماز شد برو تهارت بگیر مثلا عضو بگیر نماز رو به جا بیاور و اینجا این حکم مولا رو میتونیم از قبیلی ارشاد بدانیم و از همین بیان حاصل میشود این نتیجه که در زیل ذکر میشود یک انه لا وجوب غیرین اصلا پس وجوب غیری دیگر از صفحه روزگار کاملا پاک شد وجوب غیری دیگر نداریم و یعنی الوجوب المولوی بالواجب نفسی فقط و امر وجوب مولوی فقط به وجوب نفسی منحصر میشه دیگه نداریم که بگیم امر مولوی یا نفسی یا غیری نه امر مولوی غیری نداریم فلا موقع اذن, لتقسیم الواجب الى نفسی و پس اون تقسیم بندی که ما اول داشتیم که واجب رو تقسیم کرده به نفسی و غیری اون تقسیم بندی صحیح نیست فلیه زفزال من سجل الابحاث اصولیه باید این بحث رو این تقسیم بندی رو از بین مباحث اصولی کلا پاک کرد پس بحثی واجب غیری به کلی از بین رفت پس وجوب مقدمه هم از قبیل وجوب غیری نمیتونه باشد و وجوب مقدمه بر اساس نظره مرحوم مزفر کاملا وجوب عقلی خواهد بود و به این ترتیب وجوب شرعی نسبت به مقدمه اصلا راه ندارد این حرف است که در کل این مباحث مربوط به این مسئله دوم که مسئله مقدمه واجب بود بیان شد که پس مقدمه واجب از نظر شرعی واج... واجب نیست این حرفی نهایی مرحوم مزفر امیدوارم که این مطالب هم فهمیده شده باشد در پناه حق تعالی باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته